السلام علیکم بینندگانی ارجمان. باز یک هفته زندگی سپری شد که رویدادها، حادثه و واقعه‌های گوناگون و رنگارنگ را فراگیر بود. ما تهیه‌گران برنامه اطلاعاتی و جنبستی هفته تلویزیون سیمای شهری پنجکین به توجه شما مهمترین خبر و گزارش و موادهای تهیه نموده همکارانمون را از حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، فرهنگی و ورزشی دیار باستانیمان و کشور خورشیدیمان پیشکش می نماییم. صدای 24 نوامبر سال 2022 در شهر باستانی پنجکین با افتخار روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان چهارابینی های پرشکوه و خاطرمان برگزار گردید. صدها نفر نمایندگان ساحه گوناگون خواجگی خلق، جوانان، نورسان، سابقه داران در میدان مجسمه کتاب جمع آمدند. اینجا با یک افتخار بزرگ همگان با بلند برداشتن پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان راه پیمایی ادانه تشکیل نموده راه به سوی میدان مرکزی شهر پنجکین میدان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان گرفتند. تنتنه های باشکوه ایدانه بخشیده به روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در پایه پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در میدان شاه اسماعیل سامانی شهر پنجکین با یک شکوه و جلال خاصه و تنین انداز شدن سرود ملی جمهوری تاجیکستان آغاز یافت. نماینده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سغد جهانگیر سلیمزاده به حاضرین پیام تبریکی رئیس ولایت سغد معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب‌بای احمدزاده را بخشیده به سیمین سالگرد قبول پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان قرائت کرد. رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده به حاضرین پیرامون تاریخ پرچمداری تاجیکان و قبول پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در سنه 24 نوامبر سال 1992 سخن گفت و مردم دیار باستانیمان را با این سنه فرخنده ملی صمیمانه شاد باش نمود. در این لحظه های خیلی متنتن و تجلیل روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان با قرار رئیس شهری پنجکین، رئیس جماعت دیخوت سرس دلنواز سلطانوا و رئیس جماعت دیخوت خلیفه حسن ارکین خوشبخت‌زاده برای پیش از مهلت
تامین نمودنی نقشه دعوت جوانان به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان با افتخارنامه‌های رئیس شهر پنجکین سرافراز گردیدند. زیر صدای سرود ملی جمهوری تاجیکستان قسمی رسمی تنتنه‌های ایدانه پایان یافت. از طرف اهل فرهنگ برای اشتراکچان این سنه فرخنده برنامه کلانی کنسرتی فرهنگی و ادبی و موسیقی نمایش داده شد. رئیس شهری پنجکنت عبدالخالق خالقزاده وکیلانی اجلاسی تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان، سابقه‌داران خدمت دولتی و جمعیتی بابا رجب بابایف و شیرینشاه شفاعتوف را عیادت نموده، آنها را با روزی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان مبارک باد نمود. در صحبت آنها از روزهای برگزاری این اجلاسی تاریخی، محیطی به تصویب رسیدنی قانون جمهوری تاجیکستان درباره تصدیق نظامنامه پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان، تصدیق طرح آن یادآوری نموده، تاکید داشتند که در جمهوری تاجیکستان 30 سال آخر با راهنمایی اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرافشانی این پرچم دیگرگونی‌های عظیمه صورت گرفتند و پرچم دولتی نشانه بقای ملت، وحدت و یگانگی، هویت ملی و بهترین وسیله تربیه نورسان و جوانان در روح افتخار از دولتداری ملی و حفظ ارزش‌های تاریخی و فرهنگی خلق می‌باشد. و بهترین وسیله تربیه نورسان و جوانان در روح افتخار از دولتداری ملی و حفظ ارزش‌های تاریخی و فرهنگی خلق می‌باشد. رئیس شهری پنجکنت عبدالخالق خالقزاده برای سهم ارزنده در رشد جامعه نوینی کشور، تربیه نسل جوان در روحیه وطن دوستی، خدمتی شایسته با جامعه، با این سابقه‌داران برومند اظهار سپاس نموده، با آنها تحفه‌های ایدانه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکنت را تقدیم نمود. در اجلاسی تاریخی شورای عالی جمهوری تاجیکستان سنه 24 نویبر سال 1992 پس از بررسی از طرف رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و وکیلان این اجلاسی مسئله قبول پرچم نوی دولتی جمهوری تاجیکستان تحلیل و بررسی گردیده، از 200 لایحه های پیشنهاد گردیده، وکیلان لایحه پرچم دولتی امروزه را پذیرایی نمودند و سنه 24 نویبر سال 1992 در جمهوری تاجیکستان پرچم دولتی و نشان دولتی قبول گردید که این بار دیگر گواه بر آن است که تاجیکستان در موقع جهانی همچون کشوری آزاد، دموکراتیک و مستقل پرچم خویش را پرتوافشان نمود. هر سال سنه 24 نویبر در جمهوری تاجیکستان روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان تجلیل می شود. با افتخار این سنه فرخنده در نظرات انداز شهری پنجکین، مرکز تشخیص منطقوی تاجیکستان در شهری پنجکین، مؤسسه دولتی خوجگی جنگل شهری پنجکین، کمیته اداره زمین، کارخانه دولتی فرعی خوجگی منزلی و کمونالی، اگنتی حفظ اجتماعی و نفقه، شرکت رخ شخصی، کتابخانه مرکزی و دیگر تشکیلات و کارخانه ها همایش های علمی، معرفتی و فرهنگی برگزار گردید. در این همایش ها راهبران و مسئولین، نمایندگان مقامات دولتی، حرکت جمعیت وحدت ملی و احیای تاجیکستان و دیگر محققان، عالمان، اهل ضیا درباره تاریخ پرچمداری تاجیکان سخن گفته، پیرامون قبول پرچم نوی جمهوری تاجیکستان در اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان به همگان معلومات مفصل دادند. واقعا در شهر و دیهات باستانی ما به مناسبت روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان، پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در همه جا پرتوافشان بوده، چاربینه های کناگون برگزار شدند. ما امید میکنیم که مردم شریف شهر و دیهات پنجکین این رمز مقدس پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را همیشه دوست می‌دارند،
зеро он рамзи соҳиб истиқлолӣ ва шиносномаи миллати тоҷик дар арсаи ҷаҳон аст. Субҳи санаи 21 ноябри соли 2022, Маҷлиси ҳафтавори назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент баргузор гардида, дар он масъалаҳои муҳими шаҳру шаҳрдорӣ мавриди муҳокима қарор гирифтанд. Дар оғози ҷаласа, гузориши муовини раиси шаҳри Панҷакент Хусрав Дӯстбойзода дар бораи рафти даъвати тирамоҳии ҷавонон ба хидмати ҳарбӣ шунида, ба ҳайати комиссияи даъват ва шахсони мутасаддие, ки ба ҷамъиятҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр аз ҷониби роҳбарони корхона و تشکیلات ها وابسته شده است، جهت توجه پیوسته به این مسئله دستور داده شد. در مجلس نظارتی همچنین پیشنهاد پراکراتوری ولایت سغد اید به برطرف نمودن قانون شکنی ها در بررسی مراجعات شهروندان، رفت اجرای لایحه های سرمایه گذاری، آبونه به مطبوعات دوری، اجرای نقشه انداز، آمادگی به استقبال روز پرچم دولت جمهوری تاجیکستان بررسی شده، به رهبران تشکیلات و مؤسسه های مربوطه برای پرداخت کردن قرض استفاده آب پلیزی نیروی برق، بنیاد باغ‌های اینتنسیوی، با کار انداختن نقطه‌های رادیو در مواضع‌های مقرر شده، روشن‌نمایی خیابان و کوچه‌های اساسی شهر و دیگر مسائل مهمی روز سپرش داده شد. مجلس هفتواری نظارتی را رئیس شهر پنجکند خلق‌زاده عبدالخالق جنبست نموده، از مسئولان تمامی ساحه‌ها دعوت به عمل آورد با درک بلند مسئولیت وظیفه و سپرش‌ها را اجرا نمایند. گزارش صبرین اکرم و وایس ملجان خلف. 24 ноябр ҳамчун рӯзи парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил мегардад. Ин рӯз ба таърихи ҷашну санаҳои муҳими давлатӣ ворид гардидааст ва имкон медиҳад, ки минбаъд дар шинохту муқаррар намудани мақом ва ҷойгоҳи ин рамзи давлатии Тоҷикистон қадами устувор гузошта шавад. Аз сӯи дигар, дар мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ низ барои омӯзиши амиқи он ба хонандагон дар дарсҳои тарбиявӣ ва таърих мавзуоти муайян ҷудо карда шудааст. Дар муассисаи давлатии коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакент низ рӯзи парчами давлатиро таҷлил намуда ба ин муносибат чорабинии тантанавӣ доир намуданд. Чорабинӣ бо ташаббуси сарвари муассиса Муҳаббат Собирова ва таҳти роҳбарии мушовири коллеҷи мазкур Рофеева Муқима доир гардид. Моҳи сентябри соли 2011 ба муносибати ҷашни 20 солагии истиқлолияти давлатӣ дар пойтахти мамлакати мо, шаҳри Душанбе, баландтарин парчам дар ҷаҳон, ки 165 метр баландӣ дорад, бунёд карда шуд. Ва инчунин ӯ ба рекордҳои Гиннес дохил карда шуд. Ҳамин тавр парчами мо симои мамлакати мо мебошад. Мо фахр аз он дорем, ки дорои чунин парчам мебошем. Ва бигузор ан ҳамин парчами мо, ан ҳамин рамзи муқаддаси давлати мо ҳамешагӣ пойдор ва парафшон бимонад. Дар маҳфили мазкур аз ҷониби хонандагон дар бораи парчам гуфторҳо гуфта шуда шеърҳо қироат гардид. Инчунин бо сароидани сурудҳои зебо ва рақси мафтункунанда хотири ҳозиринро болида намуданд. Дар ҷону дилам навои истиқлол аст, осудагӣ аз ҳавои истиқлол аст, дарде ки ба талхияш ҳақиқат бошад, ширини ӯ давои истиқлол аст. Тоҷикистон, давлати бо ифтихорам, зинда бош. Некномӣ, неккориро дар олам кун талош. Тоҷикистон, роҳи фардои некоро пеш гир. Ҳар як инсон парвару соҳибдиле бо хеш гир. Ҳар киро сӯяш назар созад худо, гашт бар халқи ватан мушкил кушо. Ваҳму тарс андар дилаш бегона аст, ҳиммату рафтори ӯ мардона аст. Худ фидо дар роҳи паймон карда аст, сад биёбонро гулистон карда аст. Сарзамини пора пора гаштаро ҷамъ карда Тоҷикистон карда аст. Эй парчами умед, то парфишон туи, дар осмони бахт рангин камон туи, сурхии ту яқин, сурхии рӯ бувад, рӯ сурхии абад,
زین آبره بود. وقتی که تاجیکستان در خاک و خون نهان بود، فرمان روای مطلق دارنده کمان بود، پیرو جوانی کشور لرزان زیبیم جان بود، سرسان و خانه ویران از دست جاهلان بود. تو آمدی به میدان ای پیشوای ملت، گشتی بر روز سختی مشکل کشای ملت. ای قهرمانی ملت، زور و توانی ملت، کردی در ریشه پیوند جانت با جانی ملت. پرچم تاجیکستان نشانه های مبارزه خلق تاجیک برای ساده شدن به استقلال است. رنگ سفید پرچم این رمز راستی و پاکی است. نیاگان ما آدمان را به راستی وجدان، عدل و انصاف هدایت میکردند. رنگ سبز معنای طبیعت زیبای تاجیکستان است که سرسبزی و خرمی، بهاران شکوفان، کوهساران سبززار دار که زحمت و سعی و کوشش خلقمان از آن دولتمان آباد و سرسبز و خرم گشته است. روز درباره پرچم دولتی رنگ های آن سالی قبول و ارج گذاری به این مقدسات ملی از جانب دانشجویان همچون رمز خودشناسی و میهن پرستی و ارج گذاری به مقدسات ملی جمهوری تاجیکستان بود. باستان شناسان در شرق ایران باستان پرچم خرد فلزی را پیدا نمودند که تاریخ آن از 1000 ساله سی پیش از میلاد راست می آید. این بازیافت که در آن رسم شیر و توده آفتاب عکس یافته است، یکی از قدیمترین پرچم در تاریخ بشر ثابته می شود. وطن، زادگاه، کلمه زیبا و خجسته است که با شنیدنش خانواده، گهواره و مادر پیش نظر می آید. خلق تاجیک از شماری آن ملت هاییست که مذهبیم خود را خیلی دوست می دارد و برای هستی آن جان ساری می کند. قهرمان های تیمور ملیک و شیرک، دیوشتیش و بوسه دلیل گفته های بالاست. محبت به وطن اساساً در دوره کودکی ظاهر شده من به تشکل می‌یابد. انسان به هر ذره خاک خطر آبی وطن آنچنان دل می‌بندد که به آن نمی‌تواند خوشبخت و بختیار باشد. حسیات وطن دوستی این خود صداقت به وطن، سعی و کوشش و نفع وی خدمت کردن می‌باشد. وطن ما تاجیکستان است و ما میخواییم که وطن ما آباد و آرام و آسایشته و یک از مملکت های آبادترین سیاره بباشد و با سروری خود که در اجلاسه 16 شهر عالی جمهوری تاجیکستان هم وحدت ملی و هم پرچم را در اینجا ابتدا گذاشتم. در تمام بناهای حکومت ولایت ها، شهرها، جماعت ها، دیه ها، مؤسسه ها پرچم ارزنده شایسته وطن ما تاجیکستان جلوه‌گر است. بیتون جان جویان، استادان محترم در زیر همین پرچم وطن ما تاجیکستان را به پیش، به آبادی، به دیار وطن همین ملت تبریک همین شما را امروز دارم.
گزارشی مرتبه رحمون و خیام جورایف. با افتخار روزی پرچمی دولتی جمهوری تاجیکستان در اساس نقشه چوربینی های مقامات اجرای حاکمیت دولتی ولایت سوغد و شهری پنجکین سنه 17 نویبر در سراسر شهر و دیهاتمان روزی یگانه اخبار در موضوع تاجیکستان پرچمت پوینده بود برگزار گردید. وابسته به روز یگانه اخبار در تالار کتابخانه مرکزی شهر پنجکین روز یگانه اخبار برگزار شد. کتابدار کتابخانه مرکزی خواجه موحی‌الله ضمن سخنرانی خیش پیرامون مقدسات ملی جمهوری تاجیکستان از جمله درباره کنستیتوسیا، نشان، سرود ملی و دیگر رمزهایی که تاجیکستان را برای جهانیان معرفی میکند گزارشی مفصل داد. او اظهار داشت که ماس در اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان که سنه 16 نویبر سال روان مردم کشور 30 سالگرد این انجمن سعادت خلق را قید کردند، سنه 24 نویبر سال 1992 با اقدام پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پرچم نوی جمهوری تاجیکستان پذیرفته شد و عین زمان واقعا پرچم یک رمز افتخاری دولتداری ما می باشد. در روز یگانه اخبار دیگر از ناطقان و اشتراکچیان بار دیگر اظهار نمودند که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان هنوز بخشیده با 20 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 30 آگوست سال 2011 بلندترین پرچم جهان پرچم جمهوری تاجیکستان را در میدان پرچم شهر دوشنبه پرتوافشان کرده بودند. امروز ها مردم شریف شهر دیهات پنجکین با پرچم دولتی صاحب استقلالی کشوری تاجیکان و رمزهای مقدس آن احترامی خاصی دارند. ما امید میکنیم که پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان هزار ساله ها چون رمز دولتداری ملی تاجیکان جاودان باقی میماند. با مقصدی بلند برداشتنی هویت و خودشناسی ملی در بین خوانندگان مؤسسه های تسلیحاتی میانه عمومی شهر و دهاتی پنجکنت تلویزیونی سیمای شهری پنجکنت در همکاری با مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر و شرکت رخش تاکسی 3333 آزمون انشای بهترین را بخشیده به 30 سالگرد اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان راه اندازی نمود که دور اول آن در مکاتب میانه برگزار گردیده. دور دویمی آن قسمان با اشتراک خوانندگان از مؤسسه های میانه تعلیمی شهری پنجکنت در مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 47 برگزار گردید که در آن شماره زیادی از غالبان دور اول فعالانه شرکت ورزیده برای به دست آوردن جایهای نمایان بین هم رقابت کردند. طوری از مشاهده ها معلوم گردید خوانندگانی که در دور دویم یعنی نهایی این آزمون اشتراک نمودند با یک مهارت بلند فکر و اندیشه های خود را درباره اجلاسی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان که از سنه 16 نویبر سال 1992 تا 2 دکبر در قصر ارباب برگزار گردیده بود به طور مفصل روی کاغذ آوردند. با وجود آگاهی نمودن مسئولان آزمون جهت استفاده نبردن منبع‌های معلوماتی از جمله تلفن موبایلی، کتاب و روزنامه و یا با اصطلاح شپرگالکا بودند خوانندگانی که به طور پنهانی از این منبع‌های معلوماتی منشوده استفاده بردند که البته از طرف نظارت کنندگان نسبتشان چاره‌ها اندیشیده شده از تالار بیرون گردیده از ادامه اشتراک در این آزمون محروم شدند.
باید تذکر داد که با مقصد شفاف گذشتن آزمونی انشای بهترین در دور نهایی همه چاره‌های ضروری براه مونده شده، قاعده‌های برگزاری آن به طور ضروری مورد توجه مسئولین قرار گرفت. یادآور می‌شویم که دور دوم یعنی نهایی این آزمون در بین محصلین مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی دهاتی شهر پنجکنت روزهای نزدیک برگزار و جمع‌بست کرده شده. غالبان آزمون مذکور معین می‌گردند. با سرپرستی شرکت رخش تاکسی 3333 غالبان را چنین تحفه‌ها انتظار است. شاه جایزه 4 راحت با آسایشگاهی بهارستان، جایهای یکم، دویم و سیوم با مکافات پولی ها سرفراز گردانیده می شوند. بنابراین خوانندگان را ضرور است که برای اشتراک نمودن در این گونه آزمون ها فعالانه آمادگی دیده، مهارت و استعداد و دانش خود را بسنجند. زیرا مقصد از تشکیل چنین آزمون ها پیش از همه روح بلند نمودن خوانندگان و ترغیب و تشویق آنها در راه آموزش علم و معرفت است. چون پیشوای معظم ملت گفتند و همیشه میگویند نورسان و جوانان آینده ساز ملتند، پس ما را میسازد که با باوری و اعتماد رهبر دولت محترم امام علی رحمان سزاوار بوده برای دورنمای ملت خیش سهم بسزای گذاشته باشیم. همیاران گرامی قدر، در هفته نو برای هر یک شما نخست تن صحتی بی‌گزند، بخت و سعادتی بلند و کامیابی های دلپسند آرزو نموده تمنای آن را داریم که ما همگان باید افتخاری بزرگ وطنی عزیزمان را دوست داریم و تحت شعار تاجیکستان بپیش در آبادی و شکوفایی این کشوری مقدس سهم ارزنده خیش را گذاریم.